پدر تو پیش خودت نمیاری؟ میخوام ولی نمیشه. من صبح تا شب درگیر کار و گرفتاریم. اونم احتیاج به پرستار دائم داره که نه من از عهدش برمیام نه پولی برای استخدامش دارم. آسایشگاه که باشه خیالم راحت تره. ببخشید میتونم بپرسم ستایش چطوری گم شد؟ داستانش درازه. رنا خانم مادر بهزاد و ستایش سالها پیش از همسرش اتابک جدا شد. یه روز که میره مهد کودک دخترش بیاره چند نفر اون طفل معصوم رو میدوزن. از اون موقع تا به حال نه خبری نه اثری. همه جا رو گشتیم ولی هیچ ردی ازش پیدا نکردیم. به پدرشون خبر ندادی؟ پدرشون پناهنده تشریف داشتن. میبخشید اگه نتونستم برگردم. با اجازه. کجا؟ نمیخوام بیشتر از این مزاحم رنا خانم باشم. دارین تشریف میبرین؟ با حرفایی که زده شد بعید میدونم ستایش باشم. خداحافظ. راستی فکر کنم اینو باید بدمش به شما. میشناسینش؟ این گردنبند ستایش منه. خودم بهش هدیه دادم. نگاه کن اسمش روشه. میگم اشکال نداری یه سوال خصوصی ازت بپرسم؟ یعنی سوال قبلی خصوصی نبود؟ چرا؟ ولی یکی خیلی خصوصیه ها. بپرسم؟ بپرس. کار چیه؟ از کجا؟ یه عموی پولدار دارم که تو خارج زندگی میکنه. هر ماه 5000 دلار برام میفرسته. کمه ولی خب چه میشه کرد؟ باید ساخت. واقعا؟ چه ساده ای تو دختر. آخه چیه من با آدمای پولدار میخوره؟ نه بابا بیکارم. اگه قول بدی فکر بد نکنی باید بگم اوضاع مالیم وحشتناکه. دیگه بدتر از این نمیشه. در بدر کار آگهی روزنامه ها رو ورق میزنن. ولی تو این شهر هیچ کس به دختر تنها که نه سابقه کار داره و نه ضامن اعتماد نمیکنه. یعنی هیچی؟ نه اینکه نباشه ولی یا حقوقش پایینه یا اینکه محیطش ناسالم. کارمار چی بلدی؟ هیچ. البته از روی علاقه مقدار زبان بلدم. دوره مقدماتی کامپیوترم دیدم. زور بزنم میتونم با 10 تا انگشتم تایپ کنم. تو کاری برای من سراغ داری؟ نه ولی خدا رو چه دیدی؟ شاید ستایش از آب در اومد و وضع در این رو به اون رو شد. امیدوارم شانست بزنه. ممنون. از موقعی که اومدم خونه شما آرزو میکنم که ستایش باشم. خونه شما گرمایی داره که آدمو دلگرم میکنه. خیلی باحال. فکر کن تو درست همون روزی پیدا میشی که گم شده بودی. جلدل خالق. هنوز که چیزی معلوم نیست. باید ببینیم فردا جواب آزمایش چی میشه. حله. نگران نباش رنا. من تو آگاهی دوستای زیادی دارم. فردا میرم سراغشون در مورد پدر این دختر یه تحقیق حسابی میکنم. به ازادم میفرستیم آسایشگاه. باید بفهمیم این دختر در مورد مادرش راست گفته یا نه. منو معاف کن آقا جون، من فردا کلی کار دارم. ای بابا من میرم مرخصی ساعتی میگیرم. حواست کجاست؟ مگه فردا با این دختره قرار نداری بری آزمایش؟ خیلی خوب، بس زحمتش میفته به گردن روشنک. البته اگر آقا بهزاد به مدیر فنیشون یه چند ساعتی مرخصی بدن.
چشم. باورم نمیشه دخترم برگشته خونه. ببخشید آبجی، بهتره تنهاش نذارم. کار خوبی میکنی. ما هم دیگه بریم. مهتاب خانم، این دیگه چیه؟ این همون کتابیه که سفارش داده بودین. به بچه ها گفتم از آلمان براتون گرفتم. آه، اینا رو هم خودم ترجمه کردم. گفتم هر وقت وقت داشتین یه نگاه بهش بکنیم این غلط غلط نداشته باشه. چشم، حتما. شب بخیر. شبتون بخیر. خانم دکتر، شما تخصصتون چیه؟ رزیدنت قلب. درسم داره تموم میشه. سال آخره. اتاق عملم میری؟ معلومه. بفهم. چه دل جرأتی. به نظر من که هیچ شباهتی به عکسش نداره. اینجوری نگاش نکن نایی، بیچاره آب شد از خجالت. خودت بیا نگاه کن، چشم و ابروش، لب و دهنش، بینیش کاملا فرق میکنه. خیلی از آدم ها هستن وقتی که بزرگ میشن قیافشون کلا عوض میشه. خب بگو بیاد تو. باش یلدا جون، بیا تو. خیلی طول میکشه تا جوابش بیا؟ نه، این فقط یه آزمایش خونه. اگر مثبت باشه که میریم سراغ آزمایش ژنتیک و دی ان ای. اگرم خدایی نکرده منفی باشه که هیچ، روز از نو روزی از نو. اشکال نداره، نگران هیچی نباش. تا فردا همه چی معلوم میشه. سلام. سلام، خیلی خوش اومدین. بفرمایید. سیروس نصیرنیا. نه نه، چیز مهمی نیست، فقط میخواستم یه نگاه بندازی ببینی سوء سابقه داره یا نه. و اگر میشناختمش که مزاحم شما نمیشدم. بله، تا از خوبه. خیلی خوب، پس من منتظر خبرت هستم. ممنون، در پناه حق. ببخشید آقای ملکپور، موکلتون آقای مرادی تشریف آوردن. راهنمایشو بیان داخل. چشم. چند ماهی میشه که بستریه. آلزایمر هات باعث شده همه چی رو فراموش کنه. توی این مدت غیر از دخترش کس دیگه ای نیومده ملاقات؟ دوستی، آشنایی؟ فقط یلدا خانوم. طفلک هر روز یه سر به مادرش میزنه. دختر خوب و با محبتیه. دستش تنگه، ولی زیر سنگم که باشه پول دوا درمون مادرش رو جور میکنه. که اینطور؟ حالا این تحقیق واسه چیه؟ به سلامتی عقبی قصد ازدواج دارن؟ اگه اینجوری باشه، یلدا خانم انتخاب خوبیه. نه، فقط یه مسئله خانوادگیه. من منیر خانمو کجا میتونم ببینم؟ اونجا نشستن. اگه کاری بود در خدمتم. من خواهش میکنم. سلام منیر خانم. من روشنکم، دوست دخترتون یلدا. میشناسینش؟
یلدا نصیر نیا میگه دخترتونه. بله. سلام. من کارم طول کشیده. خب پس آقا رامین چی کار است اونجا؟ بگو انجام بده تا بیام دیگه. باشه خدافظ. نیم ساعتی میشه که رفته. آزمایش چی شد؟ جوابش تا فردا حاضر میشه. توکل به خدا. ایشالله که خودشه. نظر تو چیه؟ فکر میکنه اون میتونه ستایش باشه؟ شما که تا امروز صبر کردی یه خورده دیگه هم تحمل کنی. دست خودم نیست، تمام فکرمو مشغول کرده. آروم باشین زنده، همه چی رو بسپاریم به من. تا فردا جواب قطعی رو بهتون میدم. ممنون، خداحافظ. رانا خانم چیه؟ چیزی گفتی؟ حواست کجاست؟ 2 ساعت زور زدی به این مانیتور؟ چه شد از بین میره ها؟ دارم سایت مدرسه رو چک میکنم. چند تا از والدین وقت مشاوره خواستن، باید بهشون جواب بدم. اما هر کاری میکنم یادم رفته چطوری براشون ایمیل بفرستم. مدرسه مدرن، مشکلاتش هم مدرنه. اینا رو که من چند بار بهت یاد دادم. یه مطلبی رو یه جا خوندم راجع به بیماری که بین آدمای مسن رایجه، البته دور از جون شما، اسمش تکنوفوبیاست، یعنی ترس از تکنولوژی. خیلی خوب، الان یک بار دیگه من بهت یاد میدم، دقت کن. ولش کن جهان، حوصله‌شو ندارم. چرا؟ نمیتونم حواسم رو جمع کنم. تمام فکرم پیش جواب آزمایش فرداست. امروز با همکاری یکی از دوستام تاوتوی قضیه رو در آوردم. سیروس نصیرنیا یه سابقه داره. اولین بار به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر میشه، بعد از اونم دیگه خبری ازش نیست. بیچاره یلدا چقدر سختی کشیده. رنا، اینه که این دختر ستایش باشه یا نه فردا معلوم میشه. اما چیزی که مهمه اینه که پدر مادرش از ماجرای آدم ربایی خبر داشتن، بدون شک. امروز سعی کردم اطلاعاتی در مورد دوستان پدرش به دست بیارم، ولی متاسفانه تا الان خبر مهمی به دستم نرسیده. حیف شد. اگه مادرش حالش اینطوری نبود خیلی از گره‌ها باز میشد. دلم طاقت نمیاره تا صبح صبر کنم. فردا اول وقت میرم بیمارستان. میخوام اولین کسی باشم که جواب آزمایشو میگیره. هر تو سلام میدونی. من اگه میگم این تور تو کل سلام تکه، فقط به خاطر تجربه ایه که توی این 10-15 سال کار مدیریتی توی آژانس‌های مختلف به دست آوردم. میدونید من خودم با تورای زیادی سفر کردم، تقریبا میتونم بهتون بگم تمام قسمت‌های دنیا رو دیدم. ولی بذارین بهتون سلام. بگم این تور نمونه نداره. سلام. سلام. به سلامتی استخدام شدین؟ آره یه چند ساعتی میشه. مبارکه. سلامت باشین. دوستمه، یکم با هم شوخی داری. داشتم بهتون میگفتم پارسال توی های سیزن رفتم یه سفر کاری. نه بابا کن جونه، تو انقدر گرفتارم اینجا کلی کار ریخته سرم، وقت ندارم سرمو بخارونم. نه بابا، یه نه از این میتینگا گذاشتن آژانس هواپیمایی، منم به عنوان مهمان ویژه دعوت کردم اونجا واسه سخنرانی. اتفاقا الان که زنگ زدی داشتم این متن سخنرانیمو آماده میکردم.
آقا بذار من بهت زنگ میزنم. خداحافظ. سلام. سلام. ارسیه نه؟ چی؟ خالی بندی. آقا خواهرتون همون بیرون سنگ تموم گذاشتن. به این میگن روابط عمومی مدرن روشنگ خانم. من و خواهرم استعداد خاصی تو متقاعد کردن مردم داریم. یعنی فریب افکار عمومی نه روابط عمومی. یه فیلسوف بزرگ میگه اگه دروغ گفتی و خودت باورت شد پس بدون که همه باور میکنن. شما دوچار خودباوری کاذب اینجا نه به فیلسوف. از پشت میز مدیریت بلند شین اونجا نشستم واسه شما خیلی زوده. شرمنده. بهزاد گفته وقتی نیست من نایب رئیسم. شایسته سالاریه دیگه. راستی شما که با استخدام خواهر من مشکلی ندارین. من با پارتی بازی مشکل دارم. اما در مورد خواهر شما چه میشه کرد؟ گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه. میدونم این خیلی سخته که آدم جایی کار کنه که کسی نظرشو نپرسه. ولی از اونجایی که من احترام خاصی برای شما قائلم باید بگم خواهر من بعد از ازدواج افسرده شده بود. فکر میکرد زندگیش داره به پوچی و بتالت میگذره. منم به خاطر اینکه از این حال هوا درش بیارم به بهزاد خواهش کردم اگه میشه بیاد اینجا پیش خودمون. وقتی آدم جای کار میکنه که هرکی آخرش همین میشه. دارالمجانی. دور از جون شما. راضی نیستم به خودتون توهین کنید. الان هم دیر نشده. اگه بخواین حاضرم به خاطر شما بگم دیگه نیاد. به خاطر من؟ خب آره دیگه، اینجا ما همه با هم همکاریم. من دوست ندارم کسی از دست من ناراحت باشه. وقتی همکاری اجباری باشه اینجوری میشه. ولی خب من صبرم زیاد. سلام. سلام. خیلی وقت اومدی؟ یک ساعتی میشه. مهتاب رفته جواب آزمایش رو بگیره. پس جواب آزمایش برای شما مهمه؟ برای تو مهم نیست؟ چرا هست؟ ولی راستش فکر نمی کردم سرنوشت من یه برگ کاغذ تغییر بده. یعنی یه علامت مثبت میتونه بین من و شما محبت ایجاد کنه؟ میتونه زندگی منو زیر رو کنه؟ زندگی آدمو به یک دم بنده. چیزایی که بهشون تکیه کردی و باورشون داری یک آن ممکنه برات فرو بریزه. اگه یه سوال ازتون بپرسم قول میدین راستشو بگین؟ بپرس. شما واقعا دوست دارید من دخترتون باشم؟ چی شد مهتاب؟ متاسف. حالا ما خواهی چی کار کنی؟ هیچ. همون کاری که قبلا میکردم. دنیا که به آخر نرسیده. دنبال کار میگردم. من از اولش هم شانس نداشتم. از دست من کاری ساخته است؟ ممنون. به اندازه کافی مزاحمتون شدم. با اجازت. خداحافظ. الو. سلام لیلا جون، حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبم. تو چطوری؟ چه عجب یاد من کردی. خواهش میکنم، منزل خودتونه، هر وقت که دوست دارین قدمتون روی چشم. گل و شیرینی برای چی؟ امر خیر.
برای کی؟ مهتاب؟ خیلی هم خوشحال میشیم. کی بهتر از شما؟ فقط اگه اجازه بدید قبل از اینکه من به شما جواب بدم با داییش مشورتی بکنم. همین امشب؟ آخر هفته خوبه؟ شاید مهتاب احتیاج به زمان بیشتری داشته باشه برای فکر کردن. باشه، هرچی خدا بخواد. باشه، حتما. خدا حافظ. نباید میرفتی بیمارستان. امیدوار بودم این انتظار تمام بشه. تمام میشه، تحمل داشته باش. گوش کن جهان، اون یه نشونه از ستایش آورده، پس نمیتونه ازش بیخبر باشه. من باید بفهمم چی به سر ستایش اومده. نباید به همین راحتی از کنار این مسئله رد بشیم. خسته شدم از بس انتظار کشیدم. رهنا خانم، عقل و منطق میگه اگر این دختر چیزی از این ماجرا میدونست این طرف ها پیداش نمیشد. من فکر میکنم بهتره یک کاری تو آژانس براش جور کنیم تا دوروبر خودمون باشه. از کجا معلوم؟ شاید یه دفعه سرکله پدرش پیدا شد، قضیه این گردنبندم حل شد. ما باید بفهمیم این دختر از پدرش چی میدونه. باشه باشه، من همین الان زنگ میزنم بیاد اینجا. یه طوری سعی میکنم به حرفش بیارم. اگر فهمیدیم چیزی میدونه و نمیخواد بگه، تحویل پلیسش میدیم. چطوره؟ بله بفرمایید. خودم هستم. سلام آقای ملک‌پور، حالتون چطوره؟ ممنون. من واقعا معذرت میخوام، نمیخواستم اینطور تموم بشه. هنوز تموم نشده. شما میتونید تو پیدا کردن ستایش به ما کمک کنید. من؟ چطوری؟ لطفا همین الان بیاییم به دفتر من، باید با هم صحبت کنیم. بله چشم، خدا نگهدارت. خانوم، من به شما گفتم ویزای تاپ ارجنت میخوام، اون وقت شما به من میگید برم هفته دیگه. ببینید خانوم، من که بهتون گفتم بلیت تاپ ارجنتمون پر شده، دیگه جا نداریم. یعنی چه خانوم جا ندارین؟ ویزای 24 ساعته که ربطی به جا نداره، هر وقت بخوای سفارت صادر میکنه. من میدونم، ولی متاسفانه به دلیل یه سری مشکلات توی سیستم بین المللی صدور ویزای فوری تا یه مدتی به تعویق افتاده. ای بابا، یکی نیست اینجا یه جواب درست حسابی به من بده؟ من از طرف شما عذرخواهی میکنم، نه که تازه کارن هنوز به فوت و فن کار وارد نیستن. نازی جان به خانوم برس. تشریف بیارید. من چه کار میکنی؟ همون کاری که خودتون گفتین، فقط نمیدونم چرا ایشون متوجه نیستن. از اولم جا تو کانتنم، همین الان میری سفارت. ولی قرارمون این نبود. قرار؟ یادم نمیاد باز قراری گذاشته باشم. همین الان میری سفارت یه سری ویزاس میگیری میای، فهمیدی؟ بله، فهمیدم. ببخشید روشن خانم، جسارتون اگه بهتون بر نمیخوره باید بگم مینا برای انجام این کار یه مقدار بی تجربه است. شاید بهتر باشه خودم برم. آقای بیات، خواهر شما نمیتونه مشتری رو توجیه کنه. امیدوارم بتونه از پس کارهای سفارت بر بیاد. در ضمن مدیر فنی اینجا منم، پس من میگم چی بهتره و چی بدتر. شما بهتر به کارهای خودتون برسید. بفرمایید.
میدونی پدر سابقه دار بوده؟ بله میدونم این چند وقتی زندان بوده. برای چی؟ قاشق مواد مخدر. گفتی پدرت کی شما رو ترک کرد؟ تقریبا 2 سالی میشه. البته بار اولش نبود، قبلا چند بار خونه رو ترک کرده بود. میگفت میره دنبال کار، اما نمیدونم چه کاری، به ما چی نمیگفت. خب حتما تو این مدت یه تماس تلفنی چیزی با شما داشته ها؟ نه. تو میدونی اون گردنبند از کجا اومده؟ من هرچی میدونستم همون دفعه اول گفتم. ممکنه بلایی سرش اومده باشه. نمیدونم. چشم. ببینم چی کار میتونم بکنم. خواهش میکنم. خداحافظ. وقت داری چند لحظه با حرف بزنم؟ اگه چغلی و شکایته بذار واسه بعد. ای بابا سفارشه. خب اگه بشه یلدا رو استخدام کنی. تفلی دستش تنگه. چه خبره امروز؟ از وقتی معلوم شده این خانم با ما نسبتی نداره، عالم آدم واسه شما دنبال کار میگردن. چطور مگه؟ پیش پای شما با آقا جون حرف میزدم. اونم همینو میخواست. به بچه عالی. مسخره است. حالا بهش زنگ بزن بگو بیاد. باید باش مصاحبه کنم. نمیخوام فکر کنه جا هر کی به هر کیه. چشم قربان. خانم اگه چونه نزنی ازت بر میدارم. دست باف آقا گل ابریشمه. پیدا نمیشه. ای خانم این روزا همه ماشینی شدن. کسی دنبال فرش دست باف سنگی قیمت نمیره که. خیلی خوب. حالا شما بگین چند؟ من اینو خونه پرش به شما 600 تا میدم. اما اگه اون دوتا ظرف قدیمیت هم بهم بدی 50 تا میام روش. بله بفرمایی. یلدا سلام. روشنکم. سلام روشنک جون. همین الان آدرس آژانس ما رو یادداشت کن پاشو بیا اینجا. برای چی؟ مگه دنبال کار نمیگردی؟ من یه خوبش رو سراغ دارم. میای یا بدم یکی دیگه؟ نه میام حتما. یه لحظه اجازه بده من خودکار پیدا کنم. یه لحظه. خانم بالاخره من چیکار کنم؟ میفروشی یا برم دنبال کار کاسبی؟ آقا یه لحظه صبر کن. الو توی جهان؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ معذرت میخوام توی کیفم بود صداشو نشنیدم. رای داشتی؟ بعد رفتن تو شکو زنگ زد، گفت قرار آخر هفته براشون مهمون بیاد، خواست کسب اجازه کنه. شکو؟ واسه مهمونی از تو اجازه بگیره؟ آخه مهمونی معمولی نیست، قراره برای مهتاب خواستگار بیاد. خواستگار؟ پس تکلیف بهزاد چی میشه؟ بابا زحمت کشیدی. دیر که نکردم. به موقع به موقع. یلدا بابت آزمایش هرچی بوده تموم شده. بیخیال با بهزاد حرف زدم، میخواد باید مصاحبه کنم. خواهم حالشو بگیری یا طرف خیلی ادعاست. برو. سلام. سلام. روشنک جون گفتن بیام خدمت شما. خواهش میکنم بفرم.
امروز با مادر صحبت میکردم، قضیه جواب آزمایش رو شنیدم. البته زیاد تعجب نکردم، آخه میدونی توی مدت خیلی ها بودن که دوست داشتن دختر گم شده خونه ما باشن. این جلسه هم همونجوری که میدونید یه جورایی تشریفاتیه. نمیدونم چرا همه اصرار دارن شما اینجا مشغول به کار بشید. عالم و آدم شما رو سفارش کردن، ولی خب همچنان مشکل اصلی سر جاش باقیه. چه مشکلی؟ این که من هیچ دختر مجردی رو به عنوان لیدر تور به خارج از کشور نمیفرستم. چرا؟ به هزار و یک دلیل که نیازی به شمردن نداره. اینطوری مشکل حاشیه حل میشه؟ آره، ولی میترسم فرصت های ازدواجت رو از دست بدی. به خاطر خودت میگم، اذیت نشی. من قصد ازدواج ندارم. زبان چی بلدی؟ کم، ولی اگه لازم باشه یاد میگیرم. خارج از کشور چی؟ تا حالا جایی رفتی؟ یک سال یونان، 6 ماه ایتالیا، یه چند وقتی هم فرانسه و انگلیس بودم. این قشنگ بود. حالا راستش هم میگی؟ ببخشید، من تا حالا پامو از تهران بیرون نذاشتم. باشه، من با روشنک صحبت میکنم شما رو تو دوره آموزشی ثبت نام کنه. یه مدت هم به صورت آزمایشی بیا اینجا مشغول به کار شد تا ببینیم خودت چی. ببخشید، میتونم بپرسم حقوقم چقدره؟ بپرس. خب چقدره؟ اولش زیاد نیست، حدود 100-150 تومان، ولی خب به مرور زمان زیاد میشه. بالاخره ما با هزینه های دوره آموزشی شما هم که مبلغ کمی نیست و متقبل بشیم. این که خیلی کمه، هزینه رفت و برگشت من تا اینجا خیلی بیشتر از این حرفاست. من هیچ عجله برای استخدام شما ندارم. تشریف ببرید، فکرتون رو بکنید، هر وقت به نتیجه رسیدید ما در خدمتتون هستیم. پس با اجازهتون من فعلا از حضورتون مرخص میشم. خواهش میکنم، خوش اومدید. حال من